سهشنبه شب خامنه ای در دیدار با گروهی از مزدورانش در دانشگاه طی سخنانی امکان برگزاری رفراندوم را رد کرد در برنامه امروز به علت طرح این موضوع از سوی خامنه ای میپردازیم و میپرسیم راحل های باند درون رژیم برای مهار اوضاع انفجاری جامعه ایران و آتش قیامی که از شهریور 1401 شعله ور شد چیه؟ آیا امکان شریک شدن مجدد جریان اصلاحات در قدرت وجود داره؟ برای بررسی موضوعات همراه هستیم با آقای هادی روشن روان به شما خوش آمد میگم آقای روشن روان خیلی ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتین ابتدا میخواستم بپردازیم به علت اینکه چرا خامنه ای موضوع رفراندوم رو تو این دیدارش مطرح کرد به این موضوع رفراندوم که از جریان قیام که شروع شده خیلی مطرح شده از جانب جناهای مختلف رژیم علیت <applause> هم اینه که این قیام تفاوتش با تمام حرکات های گذشته این هست که سرنگونی خواست یکش بوده و این شکاف که باز شده هیچ راحلی نداره اینه که هر کسی بری نجات نظام میاد و یک اظهاراتی میکنه مثلا خاتمی کرده میروزه نموسوی کرده و یک سری دیگه از این جناهای خود باند اصولگرا کردن مثل باهنر مثل حتی علی جانی یک اشاراتی به این که باید ما با رفراندوم حل کنیم جد باشه آخرینش مربوط به این حسن روحانی هست که حسن روحانی آمده چون به طور مشخص گفته جواب انتخابات نیست چون خامنه‌ای در روز اید در چیز مشهد راحلی که برای خودش داد تو انتخابات برخلاف همیشه هم که خامنه‌ای میگو انتخابات زود شروع نکنیم جامعه رو سیاسی نکنیم بذارید در جای خودش این مسئله مطرح بشه ولی امسال برعکس همیشه آمد گفتش از همین حالا انتخابات فعال کنید در مقابل این روحانی آمد در پونزه همین فروردین در یک گفتگویی که داشت مطرح کرد که آقا انتخابات مدرح نیست باید رفراندوم بشه و روی چهار موضوع مشخص هم رو رفراندوم انگشت گذاشت یکیش استثوابی رفت بشه یکی هجاب آزاد بشه یکی دیگه راینه های پنهان برطرف بشه یه چند تا از این موضوعاتی گفت یکی هم رابطه با آمریکا تو اینا رو ما از مردم بخوایم ببینیم نظرشون چیه و اگه ای اینا رفراندوم بذاریم رفراندوم هم در قانون اساسی آمده و یک همچین چیزی کرد در این جلسه که خامنه‌ای داشت اشاره کردید جلسهش بود با همین دانشجوان و حساب بسیجی و دانشجوهای نزدیک به خودش که اینها یه سری صحبت کردن که معلوم اینها را هم حسابی در اون جلسه به خامنی تاختن امه. که هیچ کدام از سخنرانی ها اینا رو برخلا به سال قبل قبل خامنی میدیدن صحبتاشون تو رسانه ها میذاشتن هیچ کدامشون نذاشتن ولی خامنی اینجا میاد به صحبت یکی از اینا اشاره میکنه میگه اینکه این گفتید که باید رفراندوم بشه بعد رفراندوم که قاله میتونه بشه به خاطر اینکه مردم که صلاحیتش ندارن راجع به هر موضوعی تحلیل کنن فکر کنن موضوع تخصصیه باید در یک قشر خاصی مطرح بشه و این که نمیشه سر هر مسئله رفراندوم کرد یک سری از این فیتخا گفته که همه هم ریختن رو سرش بعدش چون این بیش از هر چیزی پایه خود نظامشون زد چون این نظام سه تا رفراندوم کرده بر چیز اول رفراندوم جمهوری اسلامی بوده بعد رفراندوم قانون اساسی بوده بعد بازنگری قانون اساسی در سال 68 بوده نه همه رفراندوم بوده و علاوه بر این خود خامنه ای در سال 90 در مهر بود که در کرمانشاه خودش هم باز پیشنهاد کرد که یه همه پرسی رفراندومی بذاریم که دیگه ریاست جمهوری نباشه پارلمانی بشه که اون وقت. حالا یه وقت به آمده تمام زیرا به این چیز زده و علیت هم اینه که در اینجا هر رفراندومی این ببینیم میشه شکست خوردهش که خود خامنه ایه. سر هر کنم از این موضوع بیاد بیان میگن نظارت استثوابی خب معلومه رای میاره که این استثبابی بذاریم کنار این هم چیزی که تمام کارای خامنی رو این سواره همچنین اون سه چهار چه، 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 مورد دیگه اینه که در اینجا خامنی آمد این گرفت خیلی روشن الان راهلایی که تو درون رژیم در تو با وضعیت انفجاری جامعه و مشخصا قیامی هم که دیدیم از شهریور از شهریور 401 شروع شد چه راهلایی تو درون رژیم الان مطرحه مثلا فرض کنین از راهلایی که جریان اصلاحات برای نجات رژیم از سر نگونی دارن مثلا شما مثال روحانی رو زدین کلا این راهلایی که اونا میگن چی هست بر چه پای ای استواره و حرفشون توی کلام چیه بین اول یکی یک دو تا نکته توضیح بدم ببین از انقلاب 96 به بعد یعنی 96, 98 و 1401 به ویژه 1401 رژیم دیگه راه حل استراتژیک نداره در بنبست استراتژیکه یعنی چی یعنی این که الان اون دردی که دو جامعه هست که این قیام ها به خاطر او انجام شده چه 96 چه 98 چه این 402 که همه آمدن اصلا تیز با شعار مرگ بر خامنه ای و میکشیم تیر خاک و اینها آغاز کردن و همچنان هم میبینیم ادامه داره در همچنان این راهحل اینه که یک تضاد اصلی حل بشه مثل یک مریضی میمونه که این نیاز به جراحی داره خب حالا جراحی نمیکنه خب میمیره یعنی میگه من جراحی نمیکنم با مسکن و با چند تا دارو و اینا حل نمیشه یعنی یک همچین وضعیتی رژیم پیدا کرده که همه هم بیشون اشراف دارن که دیگه بعد از این چهار سو یک رژیم و قبل از چهار شهری بره شش شهری بر نمیگرده. یعنی به این عنوان که مردم همه آمدن تو صحنه خاصی مشخصشون هم گفتن نفکی ولایت فقیه و تا این ولایت فقیه هست هیچ مسئله از محل نمیشه همه اخشار جامعه از زن مرد جوان اخشار مختلف جامعه به این نقطه رسیدن پس بنابراین هر کسی بقیه هر حلی بده باید حلی بده که این مشکل رو حل کنه حالا این قبلا رژیم به خاطر این که بتونه یک سری سر بقیه کلا بذاره یعنی به قول خودشون سوپاپ اطمینان درست کنه سراغ اصلاح می میرفت اینا رو می آورد مثلا فرضشون در دعوای بین ناطق نوری و خاتمی حالا خاتمی آورد، خاتمی تحمل میکنه به این چیز بعدش مثلا تلاش و فلان. بعد تلاش میکنه که بعد از احمدی نجات نفر خودش بیاره نمیشه ولی به روحانی تن میده و این یک سوپاپ اطمینانی عمل میکنه ولی الان راحل از سوپاپ اطمینان گذشته یعنی مردم دیگه به هیچ کدام و از اینا اعتماد ندارن حالا این گروه های اصلاح اصلاحاتی در واقع چون اصلاح طلب نیستن اصلاح طلب کسانی هستند که واقعا میخوان یک تضاد و مشکلی حل کنند که این اصلاح بشه اگر اینا اصلاح طلب باشن بخوان راه حلی که میدن به اسم رفراندوم به اسم گذر قانون اساسی یا هر چیزی که این مدت گفتن الزامش چیه؟ الزامش این است که از این قدرت ولایت فقیه بگیرن <applause> که بشه تو جامعه آزادی داد مادش هم اینه که این آزادی ها داده بشه <applause> خب اگر اینو بخواد بدن خب این یعنی یه ریل سرنگونی شروع میشه و خامنه‌ای زیر بار این نمیره الان به خاطر رشد تضاد و به این نقطه که رسیده فرقش با گذشته که این اصلاحات اصلاحاتی ها دم میزدن قانون مثلا شورای نگهبان کمتر چیز کنه فران کنه از اینا گذشته اینها باید بیان قانون اساسی رو تغییر بدن یا یک چیزای پایه‌ای ولایت فقیه رو تغییر بدن و در اینجا اگر این اصلاحات که اینا میگن منظورشان این باشه که منظورشان این نیست چون خودشان میدونن که نمیشه ولی اگر منظورشان این باشه یه شاخص مشخص داره شاخص مشخصش این است که نیروهای آزادی خواه همه باید آزاد بشن به نیرویی که از روز اول تو مشکل این نظام برایت فقیهه یعنی یک نیرویی که از روز اول یعنی حتی قبل از رفراندوم ریاست جمهوری با برنامه حد اقل آقای مسعود رجبی اعلام میکنه که این خواسته باید انجام بشه تضاد اصلی میذاره رومیز برای فقیه بعدش هم اینا به قانون اساسی رأی نمیدن خب معلومه وقتی که مشکل ولایت فقیه این میخواد جراحی بشه هر اصلاحی و هر تغییری که بخواد صورت بگیره شاخصش اینه که اول اینا آزاد باشن آزاد باشن اینا هم نظرشون بده میگن پایگاه ندارن خب باشه پایگاه ندارن خب اون میشه میبینیم چی میشه بیشه. ولی اینها هم بیان حضور داشته باشن و چیز کنن حضور اینها یعنی چی؟ یعنی کاملا قدرت از خامنه ای کنده میشه یعنی خامنه ای که خودش نشسته اونجا همه رو اینجوری بالا پایین میکنه این باید یه چیزی بده رو همین از این نمیتونه اینه بده نون در بند بسته اه. اه ولی اگر اینجور باشه به این شکل حالا شنوان خود خامنه ای مشخصا چه سیاست و راه حلی رو برای مهار شریعت کنونی و قیام دنبال میکنه بهم خواهمانه خب ای خوب این هستی در بونبسته این بونبسته خودش مشخصه راه حل اگه بخواد بده باید از خودش مایه بذاره یعنی از ولایت فقیه مایه بذاره یا خودش بره کنار اه. یا بپذیر قانون اساسی تغییر کنه در تغییر کنه این به این چیز نمیدن ولایت فقیه برداشته بشه خب این هاری که میبینه اگر بده چی میشه یعنی به نظر خودش میگه زودتر سرنگول میشه اه. میگه من درست اینا نمیگه میگن که خب تو خودت بیا قانون چیز چون رفراندوم هم را بیانداز فلان و هم. ولی خب رفراندومی که بیاد را بیاندازه که بخونه این مسئله را حل کنن به ناچار این قدرتش گرفته میشه پس این راه به خودش بسته میبینه از قبل قبل از این قیام هم گفته بود که تغییر رفتار همون سرنگونیه این راه ما بریم این خودش با سرعت بیشتری سرنگون پیش خواهد آمد خب این این راه به جلو خودش بسته میبینه راه حلی که براش میمونه سرکوبه یعنی این میاد همه این عرفی ها و تمام این اعتراضات و اینها ریشه خارجی داره دشمن خارجی داره این کاره میکنه و این دشمن خارجی که این کارا رو میکنه ما میتونیم در مقابلش بیستیم بنابراین با چی بیستیم با سرکوب و به قول خودش توجیه نیروهای مذهبی که بتونن به این کمک کنن و در اینجا یک تاکتیک بسیار بدی هم به کار میبره یک, یک تاکتیک واقعا ضد بشری و اونم منحرف کردن اعتراضات منظور چی از این منحرف کردن؟ مثلا ببین میگه با یک بحران یک بحران بالاتر جلوگیری میکنم زن میان این مدارس دختران مصموم میکنن مردم دوچار این میان نزد. هم اعتراض میشه که آقا دیگه این کار نکنید. یعنی این این چگونه باعثه این آره یک ای اعتراضات سمت سوی کوچکتری بگیره تا اون که این اعتراضات به طور تیز و مشخص بره رو تضاد اصلی که آقا این ولایت فقیه که در این 44 سال این همه بدبختی ها رو ما پیش آورده هیچ دست آوردی هم نداشته و این تا عوض نشه هیچی عوض نمیشه <applause> همچنین باز از یک خواسته های دیگر مردم هست با. مثلا آزادی اجاب اجاب اجباری نبودن و همه میگن اجاب اجباری نباشه <applause> ولی این چیه؟ این میخواه از این سو استفاده بکنه که یک اقشار از جامعه علیه یک اقشار دیگه راه بیاندازه یعنی یه عده از این آدم های فلانج ارتجایی برای این کارا رو بکنن یه درگیری های تو جامعه ایجاد بشه که این درگیری ها مانع از این بشه که اون قیام بزرگتر شکل گویا که مثلا تضاد بر سر حجاب ولی الان خامنه این اون چیزی که در ایدم مطرح کرد این چند تا چیز با هم میخواد بره سرکوب میخواد بره بعد مسئولیت هم که می‌بینیم خیلی گسترش پیدا کرده <applause> از اون طرف آمده برای اینکه این بقیه این جناهای اصلاحاتی با خودش همراه کنه یک الف انتخابات چیزم انداخته جلو پای اینا که آقا انتخابات آینده آزاد خواهد شد همه شرکت کنن فلان کنن همه برین این راه را بیاندازیم یه عده فکر کنن انتخابات بیاریم که مخالف این باشن بلکه راه باز بشه در حال که این تجربه که در همین رژیم تکرار شده مجلس شیشون همش دست اینها بود رئیس جمهورش هم که خاتمی بود بعد ما دیدیم نه سرکوب کم شد نه جنایت های دیگه کم شد قدای زنجیره ای شد بعدش هم که احمدی های نجات اومد همه رو برباد داد بنابراین این این کلش این, شکلی شد. حالا به آخرین سال با توجه به اینکه الان شاهد هستیم که عملا خط برای یک کردن نظامش با روی کار بردن رئیسی عملا شکست خورده این رو میشه هم توی برکناری اعضای کابینش دید که این روزا شاهدش هستیم و همینطور حملات باند اصولگرا به خود رئیسی حالا این سوال وجود داره که فکر میکنین آیا این امکان وجود داره که خامنه ای مثلا یک بار دیگه با توجه به نکاتی که گفتین جریان اصلاحات رو توی قدرت شریک بکنه اگر فرض کنیم که این امکان انجام بشه یا این فرضی انجام بشه چشمنداز وضعیت رژیم چگونه خواهد بود؟ این سوالیه که به حال مطرحه ببینید این که توضیح دادم تا اونجا که خامنه ای به تحلیلاش و بحثاش اصلا نمیخواهد ولایت فقیش دست بکشه اون فکر مونه هر دونه دادن قدرت ولایت فقی دست دیگران یعنی رفتن خودش و از این نمیخواد کتابی و میگه همینم باعث میشه که ریل سرنگونی شدید تر بشه ولی حالی به فرض خامنه ای بیاد این کارو بکنه یعنی یک فرض مثلا به هر دلیلی خامنه ای حاضر بشه بگه من جامعه زهر خوردم یا نگه و عمل, کنی یا و عمل کنی کنه یا بگه و عمل کنه فرق نمی یا فشار اون زیاد بشه که تو انتخاباتش آره. به اصطلاح مجبور شه آره بیاد بپذیره مثلا آقا بیا این مثلا رفراندوم کنیم سر آزادی ها سر یک چیز اساسی که مردم میخوان در این احس. چیز که بیایم از قدرت ولایت فقی احس. که عامل اصلی و تضاد اصلی وضعیت جامعه است اقل کاسته بشه مثل ده. چی؟ مثل که شاه حویدار برداشت اولی که شاه نمید چیز کنه اول برداشت فکر مثلا با حویدار برداشتن چیز میشه بعد به این لحظه این که این بکنه ناچار هست دست از سرکوب برداره چون آزادی بده وقتی که میخوای این کار آزادی بده اون برای که مردم باور کنن که این آزادیه و سوپاپ اطمینان نیست باید به اصلی ترین نیروی که ضد ولایت فقیه آزادی داده بشه این شاخصه <تصفح> حال فرض کنید این میشه یعنی منظورم این که <تصفح> خب این بشه چی میشه هیچ ریل سرنگونی به سرعت ادامه پیدا میکنه مثل اینکه هویدار گذاشت کنار با, آموزگار آورد آموزگار فکر میگن با میتونه کاری بکنه اون هیچ کاری نداشت بعد رفت شریف امامی آورد که خیلی با آخوندا خوب بودن که قیام یا مرتبه گسترش دیگری پیدا کرد بعد دوهای برگشت به سرکوب از هاری آورد که یه کار از کار گذاشته بود و تا اون روز آخرم که میخواست بره از اینجا این دیکتاتور ها اینجوری هن. چه شاه چه شیخش حاضر نشد هجومنش به دیگری بده یعنی <applause> فرض همین شاه می آمد مثلا یه سال قبلش هجومنش می داد مثلا به شورای سلطنت یا مثلا در اونجا مثلا سنجابی یا مثلا بازرگان نخست وزیر میکرد اختیارات میداد یه چیز دیگری میشد ولی حاضر نیز از قدرت خودش دیکتاتور چیز بده تا لحظه آخر تا لحظه آخر این اصل قضیه است ولی اگر هم تازه بده چی میشه شاخص داره که سوپا به اطمینان نباشه چون سوپا به اطمینان باشه خب خاتمی آمد ام. یک سعید بامی هم دستگیر کردن و چیزش کردن و خودکشیش کردن و بعد علا رقم همه اینها هیچی عوض نشد یعنی هیچ مسئله از مردم حل نشد چون ولایت فقیه سر جاش بود <تصفح> این ولایت فقیه تا کنار ازش برداشته نشه از قدرتش و هجبانیش کاسته نشه هیچی حل نمیشه این کاسته بشه یه چیزی که ما بهش میگیم فضای باز سیاسی آغاز خواهد شد و این ریل سرنگونه این ریل جدی خواهد کرد <تصفح> من بسیار سپاسگزارم. اگه نکته هست بازم بفرمایید شما. ببین بایدوشم. یک نکته دیگری که هست اینه که شما در اون توضیحات اولتون هم اشاره بهش داشتید. مم. یه حرف دیگه که میدارن میگن آقا خامنه این،, این رئیسی هم شکست خورده. این درون مجلس هم این اختلافات و این وجود داره. مم. و آیا این امکان این هست که مثلا اینجا چه اتفاقی بیفته یا یک حرکتی بشه اه. ببین این باز اینم هم همون چیز توضیحی که قبلی دادم ببین این یعنی چی بشه اه. اصلاحاتی که توضیح دادیم بانه. چی بشه یعنی چی یعنی مثلا شقه بشه اه. مثلا یه جناهی علیه یه جناهی دیگه بلند شه و بشه اه. چی میشه آیا به بلایت فقیه میزنن اه. آیا بلایت فقیه رو ازش میگیرن یه چیزی که همون توضیحاتی میشه که بریم اون دتا. یعنی باز شاخصش معلومه که چی خواهد بود یا نه میخوان یه جوری بازی در بیارن که یه جوری خامنه شسته رفته کنن اه. که از این مرحله هم گذشته چرا؟ چون هر اقدام اصلاحی که بخوان بکنن باید از سرکوب کرم کنن اه. سرکوب که کرم کنن مردم با دست بازتری به صحنه میان و این مسئلهشون حل نمیکنه و بنابراین این بنبسته که اینا دارش تیر کردن که یک راه راخل داره راحلش سرنگونیه سرنگونی هم باید رفت سرنگونش کرد با چی با همین نیروهای قیامی و انقلابی که ما 96 و 98 و بعدش هم در این قیام باش مواجه بودیم و با این هست که اینها رو میشه برداشت و این ملایت فقیه برداشت و چیزی دیگه کرد بله بسیار سپاسگزارم از مجموعه شقوقی که متصور هست و وضعیت کنونی و بنبستی که خامنه در محاصره قیام ها و مجموعه چیزهایی که روبروش است به حال خیلی ممنون آی روشن روانت توضیحاتتون و حضورتون بسیار سپاسگزارم. من هم که این فرصت به من دادید خیلی متشکرم. خواهش میکنم درود در شما.